من از معدود افرادی هستم که تو هر 4 انجیل به هم اشاره شده. حتی پدر عیسی هم از این امتیاز برخوردار نیست، اگرچه ما هر دو اسممون یکیه. من یوسف هستم، اهل رامه، و امتیازات غیرعادی دارم که یک شخصیت کوچیک تو کتاب مقدس باشم، کسی که شما بعد از عیسی بیشتر از هر کس دیگه ای در موردش میدونین. هر 4 انجیل رویدادهایی را از آخرین هفته زندگی عیسی ثبت کردند. متی و یوحنا شاهدان عینی بودند، در حالی که مرقس و لوقا اطلاعات خود را از منابع دیگر دریافت کردند. اگرچه هر نویسنده منابع اطلاعاتی و اهداف خود را داشت، هر 4 کتاب با الهام روح القدس نوشته شدند. متی به شما میگه که من بسیار ثروتمند بودم، اهل شهر رامه و شاگرد عیسی بودم. برای گرفتن جسد عیسی پیش پیلاتوس رفتم. جسد عیسی رو توی یه پارچه کتون پیچیدم. اون رو تو قبر شخصی جدید خودم گذاشتم و سنگ غول‌پیکری رو روی ورودی مقبره غلتوندم. مرقس میگه من یکی از اعضای برجسته شورای یهود بودم و منتظر پادشاهی خدا. با جسارت نزد پیلاتوس رفتم و جسد عیسی رو خواستم و به من داده شد. من جسد رو پایین آوردم و تو کتون پیچیدم و تو قبر گذاشتم و سنگی جلوی در ورودی غلتوندم. لوقا این اطلاعات رو اضافه میکنه که من خوب و درستکار بودم. من به تصمیم و اقدام برای مصلوب کردن عیسی رضایت نداده بودم. من اهل یهودیه بودم و اینکه مقبره جدید بود. یوحنا اطلاعات من رو با گفتن اینکه من شاگرد مخفی عیسی بودم تکمیل میکنه، چون از رهبران یهود میترسیدم. اینکه موقع آماده کردن جسد عیسی برای دفن نیقودیموس همراه من بود و من و اون طبق آداب و رسوم یهودیان جسد رو به ادویه‌جات معطر آغشته کردیم و اینکه قبر توی باغ بود، جایی که عیسی اونجا مصلوب شده بود. یوحنا اضافه میکنه که ما جسد رو تو روز تهیه تو قبر گذاشتیم. من همه این جزئیات رو به یه دلیل خیلی خاص به شما میگم. من واجد شرایط اینم که در مورد آخرین روز عیسی به شما بگم. وقتی داستان من رو میشنوین، حدس میزنین که نویسندگان اناجیل اطلاعات دقیقشون رو از کجا آوردن. من توی خانواده ثروتمند به دنیا اومدم، فرزند یه تاجر ثروتمند یهودی. وقتی جوون بودم، خانوادم از رامه به خونه بزرگ روی کوه صهیون که چند صد متری غرب معبد اورشلیم بود نقل مکان کردن. میتونستیم مستقیم از خونمون به سمت شرق بریم و از پل تاق ویلسون عبور کنیم و وارد صحن معبد بشیم با لباسا و رداهای ارزشمند و سفارشیمون، بدون نیاز به معاشرت با مردم فقیر و دور از سر و صدای اونا. پدر من مثل خیلی دیگه از رهبران ثروتمند یهودی صدوقی بود. ما خیلی به شرایط اجتماعی اهمیت میدادیم، به رستاخیز اعتقادی نداشتیم، بیش از حد به بحث‌های پیچیده الهیاتی اهمیت نمیدادیم. اگرچه ما به رستاخیز اعتقاد نداشتیم، اما معتقد بودیم که مسیحا اسرائیل رو به موقعیت قدرتمند خودش بین کشورهای جهان برمیگردونه. ما به دنبال مسیحایی بودیم که قدرت زمینی داوود پادشاه رو احیا کنه، اگرچه این قدرت تقریباً 1000 سال بود که واقعاً وجود نداشت. چون ثروتمند بودم، رفتم مدرسه و با بقیه بچه‌ها تورات رو مطالعه کردم. گاهی اوقات بچه‌های خیلی باهوشی مثل شاول ترسوسی به گروه ما می‌پیوستن، ولی من بیشتر ثروتمندا رو می‌شناختم. افراد ثروتمند برای شام به خونه ما می‌اومدن. دوستان پدر مادرم همگی قدرتمند بودن. ثروت برای ما خیلی مهمتر از داشتن الهیات کامل بود. ما به معلمین یهودی پول دادیم تا به جای ما به فکر الهیات باشن. درست مثل بعضی از شما امروزی ها که به واعظین پول میدین تا براتون درباره الهیات فکر کنن. تقریبا 1 هفته قبل از مرگ عیسی، من متوجه شدم که او و شاگرداش تو شهرن. با عجله رفتم تا از معلم معروف بشنوم و متوجه شدم که او با افراد مختلفی احاطه شده. خب به طور طبیعی من تمایل داشتم که کنار دوستام سایر یهودیان ثروتمند و بسیار شیک پوش بیستم. ما کنار عیسای بدپوش و شاگردای نامرتبش شبیه طاووسای پرزرق و برق بودیم. ما رهبران یهودی مذهبی ثروتمند عاشق رداهای خودمون بودیم. هرچی عیسی بیشتر تعلیم میداد، بیشتر ایمان می آوردم. هرچی عیسی بیشتر تعلیم میداد، دوستام بیشتر عصبانی می شدن. اونا صداشون بلندتر می شد و من ساکت‌تر می شدم.
اونا ازش سوالات چالش برانگیز میپرسیدن و او هر چالش کلامی رو رد میکرد. مردم عاشق تماشای حضور عیسی تو تشکیلات مذهبی بودن و منم همینطور. من به شدت میخواستم از عیسی بشنوم و لباسام باعث میشد کسی به هم شک نکنه. من به طوفانی که تو راه بود توجه نمیکردم. شایعاتی به گوشم میرسید مبنی بر این که یکی از پیروان عیسی رشوه گرفته تا او رو تسلیم رهبران یهود کنه. خیلی احمقانه به نظر میرسید. چرا چنین مردان قدرتمندی از یه واعظ بی خانمان میترسن؟ پنجشنبه شب عید فصح و با همه اعضای خانواده جشن گرفتیم. ما هم مثل بقیه ثروتمندا حق انتخاب بره داشتیم و تو بشقابای گرون قیمت غذا میخوردیم. باید اعتراف کنم در طول مدت خدمتم من متوجه هیچ تغییری تو خودم یا خیلی آدمای دیگه تو زندگیم نشدم. زندگی من تا حد ممکن عادی بود تا حدود نیمه شب، وقتی که دیگه هیچ چیزی تو دنیا مثل قبل نمیشد. یه نفر جلوی در خونم بود و خیلی محکم در میزد. از رخت خواب بیرون پریدم و ردامو تنم کردم. من و خدمتکارم همزمان به پشت در رسیدیم. خیلی از دوستام مشعل به دست اونجا بودن. فریاد می زدن که لباس بپوشم و با اونا برم. یه وضعیت اضطراری بود. شورای سنهدرین قرار بود جمع بشن. حتما یه موقعیت اضطراری بود، چون هیچ وقت سنهدرین تو شب جلسه نداشت. ما وارد ساختمون شورا شدیم. من متوجه هیاهو شدم. اونا از عیسی ترسیده بودن. اونا میخواستن عیسی رو بکشن چون ازش میترسیدن. هیچ چیز نمیتونست جلوی اونا باشه خونخوار رو بگیره، ولی اونا اقتداری برای کشتنش نداشتن. با علم به این خودم رو دلداری دادم. اونا فقط میتونستن قبل از اینکه آزادش کنن کتکش بزنن. من توی آزمایش طولانی قرار گرفتم و این چیزی بود که نصیبم شد. شاهدا یکی پس از دیگری می اومدن، شهادتاشون یا متناقض بود یا آشکارا دروغ، ولی اونا مدام صداشون می زدن. از سر ناامیدی رهبران تصمیم گرفتن عیسی رو پیش پیلاتوس ببرن تا ازش تقاضای حکم اعدام کنن. سفید دم بود. تقریبا همه توی اتاق رأی مثبت دادن، ولی من نه. من می ترسیدم که مخالفت کنم، ولی به اون رأی ندادم. مطمئن بودم که پیلاتوس بیگناهی عیسی رو میبینه و رهاش میکنه. من پیلاتوس رو از بعضی معاملات تجاری خودم میشناختم و اون رو مردی باهوش و صادق میدونستم. اون اونقدر سرسخت بود که هرگز تسلیم خواسته های رهبران یهود نمیشد. خورشید طلوع کرد. ما عیسی رو پیش پیلاتوس بردیم و رهبران ما از پیلاتوس خواستند که او رو مصلوب کنه. اون اقتدار کشتن عیسی رو داشت، در حالی که اونا نداشتن. پیلاتوس به دلایلی کمتر از دلجوی یهودیان تو به صلیب کشیدن مردم مشهور بود، ولی اون همچنان مردی شریف بود. عیسی نزد پیلاتوس محاکمه شد و من این سخنان ارزشمند از پیلاتوس شنیدم: من هیچ گناهی در این مرد نمی بینم. این باید پایان اون ماجرا می بود. پیلاتوس باید عیسی رو کتک می زد و رهاش می کرد، اما نتونست در برابر فشارهای رهبران یهود مقاومت کنه. پس پیلاتوس عیسی رو پیش هیرودیس فرستاد، فرمان روای جلیل. فرستاد تا شاید با بررسی‌های بیشتری ناشفتگی برطرف بشه. هیرودیس سعی کرد که از عیسی سوالاتی بپرسه، ولی عیسی به سوالاتش هیچ توجهی نکرد. به جای اینکه جلوی همه تحقیر بشه، هیرودیس سریعاً او رو نزد پیلاتوس برگردوند. پیلاتوس بارها سعی کرد عیسی رو آزاد کنه، ولی تهدیدهای رهبران مدام می اومدن. اون داد عیسی رو به شکل وحشیانه ای کتک زدن برای اینکه رهبران یهود رو راضی کنه، ولی این فقط اونها رو برافروخته کرد. اگه پیلاتوس عیسی رو نمی کشت، اونا بین مردم شورش ایجاد می کردن و ممکن بود پیلاتوس شغلش رو از دست بده. اون تسلیم شد. عاقبت پیلاتوس تسلیم شد. اون دستور رو داد: عیسی رو مصلوب کنین. من نمیتونستم باور کنم. نفرت رهبران یهود برای کشتن یک مرد بیگناه کافی بود.
من کاری برای جلوگیری از این حکم مسخره نکردم و الانم برای هر کاری دیر شده بود. سرنوشت عیسی مهرموم شده بود. اون قرار بود مصلوب بشه و مطمئنن با مرگی وحشتناک و دردناک میمرد. من در نظر خودم و مردمم تحقیر شدم و ترسیدم. ما یه گناهکار رو به مرگ نسپردیم و یه سری چیزایی وجود داشت که خدا رو بیشتر از ریختن خون یه انسان بیگناه خشمگین میکرد، به خصوص اگه معلوم بشه که اون مرد بیگناه همون پسر خداست. منم مثل انبیای قبل از خودم هم برای قومم و هم برای خودم دعا کردم. بعضی از رهبران یهود دنبال عیسی به جلجتا رفتن، جایی که قرار بود کشته بشه، ولی بیشتر ما به خونه هامون رفتیم. با شرمندگی، دلایل زیادی وجود داشت که اون روز خدا زندگیامونو بگیره. با گذشت ساعت‌ها و تاریک شدن آسمون و وقوع زلزله، من باور داشتم که همه ما قراره بمیریم و ما سزاوارش بودیم. قاصدی به خونه من اومد و به هم گفت که پرده عظیم معبد با ارتفاع 60 فوت به این ضخامت، اون پرده عظیم از بالا به پایین از وسط دو پاره شده. من می دونستم که فقط خدا می تونه چنین کاری کنه. خدا معبد خودش رو رها کرده بود و دیگه قرار نبود برگرده. دیگه نمی تونستم طاقت بیارم. با عجله از خونه اومدم بیرون و به دنبالم چند تا از خدمتکارام اومدن. من کمتر از 15 دقیقه به صحنه وحشتناکی رسیدم. سه مرد که روی صلیب بودن. طبق معمول اونا کنار یه جاده اصلی قرار گرفته بودن تا مردم بتونن اونا رو ببینن، مسخرشون کنن و قدرت مطلق روم رو یادآوری کنن. عیسی نفر وسطی بود. بالای سرش تابلوی طعنه آمیز پیلاتوس بود. این عیسی‌ست، پادشاه یهودیان. جمعیت کوچیکی از زنها تو نزدیکی به عیسی خیره شده بودن، ولی برخلاف زنای معمولی یهودی به جای گریه‌زاری مشغول دعا بودن. من زمانی رسیدم که سرباز رومی نیزه خودش رو تو پهلوی عیسی فرو کرد. بی اختیار از جایی تو اعماق وجودم، نمیدونم کجا، فریادی بلند شد. من داخل نگهش داشتم. نمیتونستم اجازه بدم همچین اتفاقی بیفته با توجه به کسی که بودم، کسی که معرفش بودم. نه. بعد با شیفتگی بیمارگونه تماشا کردم که خون و آب از سوراخ پهلوش بیرون میجهید. اون نیزه رو حس نکرد چون که قبلش مرده بود. با مرگ عیسی ترس من از این که چه کسی بودم و چه چیزی میشدم و تفاوت بین اونا هم مرد، در دم ناپدید شد. من به یه افسر که نزدیک وایستاده بود سری تکون دادم و ازش خواستم که منو پیش پیلاتوس ببره. اون می ترسید که پستشو ترک کنه، ولی بیشتر از یه یهودی ثروتمند که با چشمانی پر از خشم به دیدن رئیسش می رفت می ترسید. توی راه متوجه شدم که هم پیلاتوس و هم رهبران یهود یه مشکل خیلی بزرگ دارن. اونا می خواستن با جسد عیسی چیکار کنن؟ رومی ها اجساد مصلوب شدگان رو رها می کردن که روی صلیب بپوسن تا درس عبرتی برای جنایتکاران بشن، ولی پیلاتوس شرمنده بود که اون جسد رو تو معرض دید عموم قرار بده، از اونجایی که می دونست عیسی بی گناه بود. رهبران یهود موظف بودن جسد رو ظرف 24 ساعت بعد از مرگ دفن کنن، ولی اونا می خواستن خودشون از مرگ عیسی جدا کنن و فقط بی سر و صدا همه چی از بین ببرن. وقتی همراهان کوچیک من به باغ پیلاتوس رسیدن، من تازه وارد باغ شدم. محافظان پیلاتوس فکر می‌کردن افسری که همراه من بود تحت دستور بود که گزارش بده. به علاوه اونا از معاملات گذشته من با پیلاتوس با هم آشنا بودن. وقتی وارد اتاق شدم، پیلاتوس نگاهی سوال برانگیز کرد. من گفتم: لطفاً جسد مرد بیگناه رو به من بده. افسر تایید کرد که عیسی مرده و پیلاتوس جسد اون رو به من داد.
مطمئن بودم که پیلاتوس قدردان بود که من نشونه ای از اقدام شرم‌آورش رو حذف میکنم. پس برگشتیم و به جلجتا رفتیم، جایی که افسر به سربازاش دستور داد تا عیسای مرده رو از صلیب پایین بیارن. از فکر این که اونا دستا و پاهاشو با میخا پاره کنن حالم بد شد. من و خدمتکارام اونو از صلیب پایین آوردیم. بعدش خدمتکار رو فرستادم تا پارچه کتون بیاره و خدمتکارای دیگر رو برای عطرای مخصوص تدفین روونه کردم. اونا برای خرید فقط یه ساعت فرصت داشتن، چون غروب آفتاب نزدیک بود و خاک سپاری باید به زودی انجام می شد. خدمتکارام رفتن. من سرگردون بودم. بعدش باید چی کار می کردم؟ صدای یه سرفه خفیف و پشت سرم شنیدم. برگشتم. اون نیقودیموس بود. دوستم نیقودیموس بود، یکی دیگه از پیروان مخفی عیسی. من گفتم قبر جدید من اونجاست، میبریمش اونجا. قطرات خون عیسی رداهای ما رو لکه دار کرد، رداهای با شکوه و گرون قیمتمون که دیگه قرار نبود از اون به بعد شسته بشن. به ورودی قبر که رسیدیم، خدمتکارام از راه رسیدن. من و نیقودیموس شخصا جسد و با ادویه ها آماده کردیم و بعد با احتیاط اونو با نوارهای کتون پیچیدیم. اون قسمت کلاه مانند رو روی سر و صورتش گذاشتیم و خوابوندیمش. بعد با آخرین نگاه از مقبره خارج شدیم. 6 نفری سنگ و غلطوندیم که روی قبر رو بگیره و اونجا رو مهر و موم کردیم. برای برداشتن اون سنگ نیاز به 2 جین مرد قوی بود، چون من طراحیش کرده بودم. من و نیقودیموس از نظر مذهبی نجس بودیم، چون بدنه مرده رو لمس کرده بودیم. ما نمیتونستیم عید فصح و جشن بگیریم، ولی اهمیتی نمیدادیم. عیسی مرده بود و امیدها و رویاهای ما متلاشی شده بود. ما دیگه پیروان مخفی عیسی نبودیم و احتمالاً کرسیای خودمون رو تو سنهدرین یا تو جامعه از دست میدادیم. شاید ثروتمونم از دست میدادیم. اونجا با لباسای آغشته به خونمون وایساده بودیم. مثل گنجینه هایی به نظر می رسیدن که دیگه هیچ ارزشی نداشتن. تهیه شده در شبکه 7 پارس. مدیر دوبلاژ آران پارسی.